برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر کمیته جهانی حضرت سید و شهدا علیه السلام در کشور نیجر از آغاز پروژه درمانی جدید خود در این کشور خبر داد. طی این پروژه محموله جدیدی از داروها و وسایل بهداشتی برای درمان بیماران و پیشگیری از بیماری های کشنده به مناطق محروم کشور نیجر ارسال شده است. کمیته جهانی حضرت سید و شهدا علیه السلام از جمله مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در کشور کویت است که فعالیت‌های خیریه گسترده ای را در نقاط مختلف جهان مخصوصا در کشورهای آفریقایی به اجرا گذاشته است. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان در ادامه فعالیت‌های خیریه خود بار دیگر اقدام به ذبح چند رأس گوسفند کرد. این اقدام به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه انجام شد و گوشت حاصل از آن در میان ده‌ها خانواده یتیم و نیازمند شهر مزار شریف توزیع شد. این 34مین مرحله از پروژه توزیع گوشت قربانی توسط این دفتر است. وزارت کشاورزی کره جنوبی اعلام کرد بنیاد مسلمانان کره مستقر در سئول و شرکت مرجع حلال کره توافقی را با نهاد سازماندهی محصولات حلال اندونزی در جاکارتا منعقد کردند. بر اساس این قرارداد، شرکت‌های کشاورزی و مواد غذایی کره با دریافت گواهی حلال در کره جنوبی می‌توانند بدون نیاز به گواهی جداگانه از نهاد صدور گواهی حلال اندونزی به این کشور صادرات داشته باشند. شرکت‌های کره‌ای بازار غذای حلال اندونزی را مورد توجه قرار دادند. اندونزی قصد دارد از اکتبر سال آینده گواهی حلال را برای تمام اقلام غذایی وارداتی به استثنای محصولات کشاورزی اجباری کند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بیشتر افرادی که از پاکستان به افغانستان برگشته اند زنان و کودکان هستند. این سازمان روز یک شنبه 28 آبان در دومین گزارش خود در مورد وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان گفته است که حدود 24% از این مهاجران را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند. به گفته سازمان جهانی بهداشت 60% مهاجران اخراج شده افغانستانی از پاکستان کودکان و نوجوانان 17 ساله و کوچکتر هستند. بر اساس این گزارش 48% از مجموع افرادی که از پاکستان وارد افغانستان شده اند زنان هستند.